به ادامه برنامه از تریوا خوش آمدید دوستان عزیز. اینجا در برنامه جناب آقای سید امیر سعدی از جمله دانشجویان عزیز در برنامه امروز از تریوا با ما هستن. می‌خوایم در ارتباط به اهمیت مطالعه صحبت بکنیم، چه اهمیتی داره، چگونه علاقمند بشیم و اصولی ترین راه ها و روش هایی برای مطالعه که موجود هست انشاءالله بیان خواهند کرد. بیننده این بخش برنامه باشید. جناب آقای سعدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. به نام یاد خدا، سلام و تقدیم عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و تمام دوستان و عزیزانی که فعلا از پرده تلویزیون جهانی اصلا بیننده برنامه عصر حریوا هستند. امید که همگی دارای صحت و سلامتی کامل باشند. بسیار تشکر. جناب آقای سعدی در ارتباط به اهمیت مطالعه صحبت بکنیم، از چه اهمیتی برخوردار؟ ببینیم در قدم نخست وقتی ما شما از مطالعه صحبت میکنیم، مطالعه یک بحث خیلی وسیعه که بله. در واقع تمام ابعاد زندگی ما را شامل میشه، درست؟ و به نوعی میتونیم بگیم مطالعه یعنی دریچه انسان به سوی جهان، به سوی دنیا، درست؟ اهمیتی مطالعه اگر ما بیم یک نگاهی کم ذره تخصصی تر نگاه بکنیم به مسئله، اهمیتی مطالعه رو ما میتونیم در چندین بود بررسی بکنیم. یکی اهمیتی مطالعه در زندگی اجتماعی ما، در جایی که ما زندگی میکنیم. یکی اهمیتی مطالعه از دیدگاه های مختلف به وجه دیدگاه اسلام اگر مطالعه بکنیم ببینیم ما میخواییم یک نگاهی دینی داشته باشیم مطالعه در قدم نخست، از دیدگاه اسلام بیام بررسی بکنیم مطالعه رو. به خداوند به قرآن عظیمشان میفرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میگه آیا برابرن کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ یعنی خداوند صراحتا به قرآن عظیمشان میگه هیچگاه برابر نیستن اونهایی که میدانن و اونهایی که نمیدانن. ببینیم اینها اهمیت مطالعه رو به ما بیان میکنه. خداوند به آغاز یک مکتب بزرگ که همان اسلام باشه با اقرا شروع میکنه، یعنی بخوان. از آغاز یک دین، یک مکتب بزرگی با عباد اسلام ما رو میگه بخوان، از بخوان شروع میکنه. این اهمیت مطالعه رو به نوع ما بیان میکنه. همچنان ما در قرآن عظیم الشان سوره‌ای به نام قلم داریم، قلم نوشتن. حتی خداوند در قرآن عظیم الشان به قلم قسم یاد میکنه، به قلم نوشتن قسم یاد میکنه. اینها خیلی مهمه. قرآن خداوند و چند چیز محدود در قرآن عظیم الشان قسم یاد میکنه و اینها فوق العاده ارزش اون چیزها رو بیان میکنه. ما یکی از اونها زمان است، یکی دیگه قلم است. خداوند میگه قسم به قلم، به اون چیزی که مینویسد. اینها اهمیت مطالعه در اسلام نشان میده. و همچنان ما اگر در خود صدر اسلام نگاه بکنیم به مطالعه، در جنگ بدر وقتی مسلمانان از کفار اسیر میگیرن، اینو میگن یک اصول تعیین میکنن، میگن هر کدام از همین اسیرا اگر بتواند ده نفر از مسلمان ها را سواد نوشتن و خواندن یاد بده ما او را آزاد میکنیم. نگاه کنیم یعنی به صدر اسلام چی اهمیتی قائل میشدن. بریم مطالعه بود یک شرایط بحرانی در مرحله جنگ که اونها هم بر ضد اسلام میجنگیدن، کسانی بودن که از مسلمانان را به شهادت رسانده بودن، اونها را میگه اگر با ارزش این که شما اگر بیاین سواد خواندن و نوشتن یاد بدین ما شما رو آزاد میکنیم. اینها اهمیت مطالعه در اسلام نشان میده. و همچنان در زندگی اجتماعی ما اگر نگاه بکنیم، مطالعه باعث میشه که ما یک زندگی خوبتری داشته باشیم. مطالعه از ما یک افرادی بهتری در جامعه میسازه، هم از ابعاد سلامتی هم از ابعاد روابط اجتماعی در اجتماع. مطالعه باعث میشه که ما افرادی مؤثرتری در جامعه باشیم. همچنان تحقیقاتی که نشان داده، خب تحقیقات ثابت کرده که افرادی که مطالعه میکنن، افرادی که اهل خواندن و نوشتن هستن، اونها بهتر از افرادی که اهل خواندن و نوشتن نیستن در جامعه کارهای مفید انجام میدن. اونها موثرتر واقع شدن ولی نسبت به کسایی که اهل کتاب و مطالعه نیستن. دیگه مطالعه باعث میشه که ما در اجتماع، در جامعه با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشیم، با استعدادهای مختلف آشنا بشیم. یعنی باعث میشه که ما در دنیا بتونیم به صورتی بهتر دنیا رو بشناسیم، به صورتی بهتر کنش و واکنش با دنیا داشته باشیم، ارتباط خوبتری داشته باشیم. در واقع ما میگه هر کس خود رو شناخت، خدا رو شناخت. مطالعه باعث میشه که ما خود بشناسیم، مطالعه باعث میشه که ما خدا رو بشناسیم و اینها در زندگی اجتماعی ما
نقش خیلی بسیزایی داره در روابط ما با همسایه، با دوست، با همکار، در اجتماع، در اینها نقشی. جناب آقای سعدی، خود شما روزانه چقدر مطالعه دارین و تأثیری که بر روی زندگی خود شما گذاشته تا فعلا اگر بیان کنین بسیار خوب میشه. دقیقاً ببینیم، باز میایم سر اصول مطالعه. یک از اصول مطالعه است که ما باید زمان بند مطالعه بکنیم. من شخصا با وجود از اینکه ما 6 بجه صبح میخیزیم، میریم دانشگاه و بعد از دانشگاه میریم به کار، به سایه کار میریم، من شخصا هم کار میکنم هم درس میخونم در پلوازو، و من یک اسکیجول دارم، یک تایم اسکیجول یا تقسیم اوقات داریم. من تقریبا 1 الی 2 ساعت در روز مطالعاتی بیرون از درسای دانشگاه را میکنیم. البته یک چیز ما مغالطه نکنیم، درست؟ ای که ما درسای دانشگاه یا مکتب یا کورس یا هر چیزی دیگه تا مطالعه فرق میکنه. بعد ما شما با اینا تفاوت ایجاد کنیم. من شخصا 1 الی 2 ساعت برای درسای دانشگاه اینها اختصاص میدم مطالعه، و مطالعاتی بیرونی، مطالعاتی عمومی اینها را. و اینها خیلی مؤثر واقع شده، بخصوص در یادگیری، در نحوه برخورد با مسائل جدید، در کنش و کنش ها، در اطلاعات بیشتر، اینها خیلی کمک کرده. دقیقاً هدف از مطالعه اصولی و درست شما در لابلای صحبت های خود اشاره داشتین، اگر بیشتر توضیح بدین بسیار خوب باشه. دقیقاً هر چیز از خود یک اصول و نظم داره، درست؟ و رابطه بین نظم و میزان یادگیری یک رابطه مستقیمه. یعنی هر قدر ما در مطالعه نظم داشته باشیم، اصول رعایت بکنیم، به همون میزان ما در یادگیری خود بهتر عمل میکنیم. بله. درست؟ اهدافی اصولی مطالعه کردن اشاره کردیم. یکی از اهدافی اصولی مطالعه کردن اینه که ما از زمان بتونیم استفاده خوب بکنیم. بله. درست؟ اگر ما اصولی مطالعه بکنیم، اوقات ما کمتر صرف کارهای بیهوده میشه، درست؟ کارهایی که ارزش ندارن ما میایم. اگر ما اصولی مطالعه بکنیم، از وقت ما کاسته میشه، درست؟ دیگه همچنان قوه یادگیری ما رو بالا میبره. بله. در یادگیری ذهن ما خاصیت عزله را داره، عزله انسان را داره. هر قدر سر از اون ما کار کنیم، به همون میزان قوی تر شده و وسیع تر شده و بزرگ شده میره، که میتونه در نوع یادگیری ما به مرور زمان خیلی کمک بیشتر کنه. اصولی ترین روش مطالعه که فعلا در دنیا وجود داره و بزرگان از او استفاده میکنن، اگر بیان کنین بسیار. نظر به تحقیقاتی که انجام شده در دانشگاه ها، در مکاتب، روی جوانان و کسانی که اهل مطالعه و خواندن بودن، آمدن اصولی ترین مطالعه را مطرح کردن. گفتن ما زمانی میتونیم مطالعه مؤثر واقع بشه که این اصول مراعات بشه به ترتیب. یکی از اصول اینه که ما زمان بند باید مطالعه بکنیم، درست؟ زمان بندی خیلی مهمه. یکی دیگه ثابت مطالعه بکنیم، مکان ثابت، زمان ثابت و متواتر مطالعه بکنیم. مکان ثابت به این معنی که ما هیچگاه نمیتونیم سر دسترخوان بشینیم و متوقع داشته باشیم که ما مطالعه بکنیم و بعدا یک بازده خوبی داشته باشیم، یا اینکه به بستر خواب باشیم و ما مطالعه بکنیم، چون خودآگاه و ناخودآگاه ما در بستر خواب از ما خواب تقاضا میکنه، نه مطالعه را، درست؟ پس یک بازده خوبی نداره. یکی این که ما مکانی درست برای مطالعه انتخاب بکنیم، مکان خیلی نقش خوبی داره. حتی میگه در خانه ها اگه ما توانه اقتصادی رو داشته باشیم، کتابخانه ای رو اختصاص بدیم، یک محلی رو از خانه اختصاص بدیم برای کتابخانه تا بتونیم مطالعه بکنیم. یکی دیگه مکان آرام باشه، یعنی حذف عوامل آسیبزا یا عوامل استرسزا، عواملی که ذهن انسان پرخاش به ذهن انسان مخشوش میکنه، اینها رو ما حذف بکنیم تا یک بازه خوبتری داشته باشیم در مطالعه. بسیار خوب. اشاره داشتین تأثیراتی که میتونه بر زندگی اجتماعی داشته باشه. اگر بیایم مطالعه بر زندگی و بر خود خود بیایم ما اروف بدیم و یک جا بسازیم، ببینیم که چگونه یک زندگی بسیار خوب و مؤثری برای خود و اطرافیان خود هم داشته باشه. چگونه به این مطالعه‌ای که میتونه بر زندگی انسان تأثیر بسیار مهم و خوبی داشته باشه علاقه‌مند بشیم؟ دقیقاً ببینیم، یکی از مهمترین چیزها که ما را علاقه‌مند بکنه به مطالعه و خصوص حالا به هر موضوعی، یکی اونها مهم انگیزه است که در صدر اونها قرار میگیره. یکی این که ما بتونیم علاقه‌مند بشیم، باید انتظاری انگیزه را نداشته باشیم. گاهن ما از دوستا، شاید خود شما روبرو شده باشین، پرسان کرده باشین که چرا مطالعه نمیکنی، چرا درس نمیخونی، چرا اینها، میگه انگیزه درس خواندن نیست، انگیزه برای درس خواندن وجود نداره، انگیزه برای مطالعه نیست.
ولی باش که انگیزه بیاید و بعد ما مطالبه کنم. در صورتی که ما در رابطه به این که اگر ما انتظاری انگیزه را داشته باشیم، انگیزه هیچگاه آمدنی نیست. باید ما شروع بکنیم تا انگیزه خود به خود بیاید. درست؟ بله. یکی اینه که شروع بکنیم. مطمئناً این به یک سریال میمانه. وقتی ما یک سریال شروع میکنیم، ولی اول ممکنه ما علاقمند به دیدن سریال نباشیم، ولی هر قدر ما پیش بریم، یک قسمت، دو قسمت، سه قسمت از رو نگاه بکنیم، ای کم کم جذبی از سریال میشیم و خواسته یا ناخواسته سعی داریم که این سریال تا آخر ما تعقیب بکنیم. مطالعه عینی دقیقاً عین پروسه رو تعیین میکنه. اگر ما شروع بکنیم، علاقمندی و انگیزه خود به خود میآید. دیگه بیشتر که اشاره کردم در واسه مکان، انتخاب مکان، ما زمانی که میخوایم مطالعه بکنیم باید یک مکان منظمی رو بریم مطالعه انتخاب بکنیم تا اینکه علاقمندی ما رو بریم مطالعه بیشتر بکنه. حتی بعضا میتونیم از دکوراسیون‌های مختلف در کتابخانه و در خانه در اون مکانی که مطالعه میکنیم استفاده بکنیم تا اینکه اونها تاثیر بگذاره، ما رو علاقمندی بیشتر بکنه در جذب مطالعه بری که ما مطالعه میکنیم اینها. دقیقاً. از چیگونه کتاب‌های برای آغاز باید شروع کنیم؟ نمیشه که از راه بریم بالای کتاب‌های ثقیل و کتاب‌هایی که امکان داره نتونه ذهن یک شخص اونا رو بپذیره. از چگونه کتاب‌های اگر مثال هم بزنیم بسیار خوب میشه برای آغاز؟ خوب، دقیقاً این بحث شما بیشتر برمیگرده به آموزش و پرورش و اینها. بیشتر اگه ما شروع بکنیم برای اطفال، ببینیم مطالعه یک الگوی رفتاری رو برای اطفال مشخص میکنه. درست؟ اطفال نه. کسانی که میخوان آغاز بکنن مطالعه را نیاز به یک الگوی رفتاری منظم دارن و از طریق مطالعه ما میتونیم یک الگوی منظمی را داشته باشیم. اونهایی که برای اوائل میخوان برای مطالعه داشته باشن یا مطالعه بکنن، میدونن از داستانهای کوتاه، داستان‌های کوتاه و مؤثر استفاده بکنن. داستان‌های زندگی، داستان‌های کوتاهی که نوشته شده با حجم کمتر و اینها آغاز بکنن تا اینکه به مرور زمان علاقمندی بیشتر ایجاد بشه. و همچنین یکی از روش‌ها و یکی از اصول مطالعه همینه که مطالعه گام به گام باشه. بله. یعنی نه بعدی باشه که ما بیایم برای اولین بار یک کتاب با حجم 300-400 صفحه رو بگیریم و بگیم ما این رو باید تا آخر مطالعه بکنیم و بعدن یک بازده خوبی داشته باشیم. نه، مطالعه رو گام به گام انجام بدیم. درست؟ یعنی شروع یک دفعگی با حجم وسیع از کتاب نداشته باشیم. کم کم از داستان‌های کوچک، از موضوعاتی که ما علاقمندی داریم در همون راستا، درست، از اونها شروع بکنیم. مثلا یک طفلی که میخواد در آینده بگم من دکتر میشم، فرضاً از اون عنوان مکتب باید خداگاه و ناخداگاه از رو ما قسمی پرورش بدیم که اون چیزی که طفل در آینده بخواد پیش بینی کرده بر همون مسیر رو ساق بدیم. مثلا مطالب طبی، داستان‌های طبی کوچک، مطالبی که حجم نو کوتاه باشه و بعد طفل علاقمندی نشان بده به مرور زمان. و همچنین در بزرگسالان میتونه استفاده بکنه. موضوعاتی که علاقمندی، مثلا فرضاً من مثال علوم اجتماعی علاقه بیشتر دارم، درست؟ بله. میتونه موضوعات مثال اجتماعی، کتاب‌هایی که در مسائل اجتماعی نوشته شده اونها رو بیام مطالعه بکنم. یکی در سیاست علاقمنده، میتونه کتابی که در بودی سیاسی مطالعه شده، کم کم اونها رو میتونه مطالعه بکنه تا اینکه به مرور زمان علاقمندیم بیشتر بشه و همچنان بازده خوبی هم داشته باشه. دقیقاً. جناب آقای سعدی، بعضی وقتا دیده میشه یک کتاب مطالعه میکنیم ولی متاسفانه کدام چیزی برداشت نمیکنیم. با توجه به قواعد و اصولی که برای مطالعه هست، اینها را مراد میکنیم ولی مطالعه به ذهن ما نمیشینه. فکر میکنین دلیل از او ذهن ناآرامه یا کدام عوامل دیگری هم باعث از این میشه که نتونیم برداشتی از مطالعه بکنیم؟ ببینیم، در رابطه ذهن ناآرام اشاره کردیم. درست، به ویژه در کشورهای ما و شما، به ویژه کشور ما و شما، نظر و هزار یک رقم مشکلات، هیچ کدام ما و شما ذهن آرامی نداریم که بتونیم مطالعه بکنیم. ولی با آن هم اگر ما اصولی مطالعه بکنیم، بیشتر اشاره کردیم، اگر ما اصولی مطالعه بکنیم، ما مطمئن و فیصدی بالایی میتونیم خوب برداشت خوبی داشته باشیم از موضوعاتی که مطالعه میکنیم. اصولی مطالعه کردن به چی معنی؟ یعنی ما باید اصول و روش مطالعه رو بفهمیم وقتی مطالعه میکنیم. اکثرا سرسری نگاه میکنیم به مطالعه، اونون یک روزنامه یا اونون یک موضوعی پیش با افتاده مطالعه مدی نظر میگیریم. اگر ما اصول در مطالعه رعایت بکنیم، گام به گام مطالعه بکنیم، و همچنان در یک بعضی نکاتی هم در رابطه با تحقیقاتی که انجام شده نشان داده که بیشتر از 80% کسایی که مطالعه میکنن موضوعات رو فراموش میکنن بعد از مطالعه، و اونها کسانی هستن که مرور نمیکنن. مرور و یادآوری در مطالعه خیلی نقش داره. بله. یک مسئله رو ما داریم به نام پیش مطالعه، یعنی یک بحثی که ما میخوایم مطالعه بکنیم، یک موضوعی که مطالعه میکنیم، اول به صورت سرسری یک نگاه کوتاهی میاندازیم به اون موضوع، بعد برمیگردیم به صورت دقیق‌تر مطالعه میکنیم، بعد میایم مرور میکنیم. درست؟ بله. میگه بیشتر از 80% موضوعات اکثرا کسایی که مرور نمیکنن فراموش میکنن.
ولی باید ما با فواصل مشخص، با زمانهای مشخص پس برگردیم، موضوعات مرور بکنیم و یاد آوری بکنیم تا اینکه به ذهن ما ذهن نشین بشه و در حافظه دائمی ما جا بگیره. بسیار خوب. آیا مطالعه بر روی سلامتی هم نقش داره؟ دقیقا نکته خوبی را اشاره کردیم. از اونجایی که ابعاد تاثیرگذاری مطالعه وسیعه، بر سلامت انسان نیز تاثیر داره. ببینیم دانشمندان تحقیقاتی را که انجام دادن درست به این نتیجه رسیدن که وقتی ما موضوعی را مطالعه میکنیم، ببینیم اون موضوعی را که ما علاقه‌مند مطالعه به در اون راستا هستیم، یک رمان یا یک داستان یا یک هر چیز دیگه‌ای که در اون راستا علاقه‌مندیم، وقتی ما مطالعه میکنیم در مغز ما سلولای عصبی جدیدی ساخته میشه که ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز تسهیل میکنه و این میتونه در یادگیری ما، در گسترش قوه ذهن ما، در حافظه ما اینها خیلی مؤثر واقع بشه. قسمی که بیشتر اشاره کردم که ذهن ما یا حافظه ما خصوصیت یک عضله را داره، هر قدر ما سر از کار بکنیم، هر قدر از کار بیشتر بکشیم، به همون میزان وسیع‌تر شده میره. یکی اینا که بر سلامت گفتیم اینه که نیوروجنز در اصطلاح طبی بهش میگه، یعنی نیورون های عصبی جدیدی رو، سلول های عصبی جدیدی رو در مغز ما تشکیل میده که رابطه بین قسمت های مختلف مغز تسهیل میبخشه. و همچنان در بحثی آلزایمر یا فراموشی یک بحث داریم در از نگاه طبی، آلزایمر یا فراموشی که اکثرا به او دچاریم، مطالعه میگه میزان آلزایمر پایین میاره. بله درست. قرار تحقیقاتی که انجام شد در سال 2018 در چین گفت که 2.5 برابر کسانی که مطالعه میکنن و کتاب میخوانن، 2.5% کمتر از کسانی که اهل مطالعه و کتاب نیستن به آلزایمر دچار میشن. و همچنان در افسردگی و اضطراب ما تأثیری مستقیمی داره. و همچنان در خواب، در نظم در خواب ما، در تغذیه ما، در روح و روان ما، در اینها تأثیرات خیلی بسزایی داره مطالعه. بسیار عالی. و به عنوان آخرین سوال پیام و اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه از شما میشنه. از اونجایی که گفتیم بیشتر در رابطه با مطالعه صحبت کردیم و بیمهری هایی که امروز میبینیم جوانان ما نسبت به مطالعه، نسبت به کتاب و نسبت به اینها دارن، ما خواهش ما از تمام جوانان اینها هست ای است که در سخت ترین شرایط بیان مدیریت بکنن ذهن خود. میگم مدیریت ذهن در شرایط بحرانی بیان مدیریت بکنیم. درسته اگر ما 1001 رقم دغدغه‌های فکری، ذهنی، روحی، روانی، مالی، سیاسی اینها را داریم، ولی با اون هم سعی کنیم مدیریت بکنیم و بیایم اهل مطالعه باشیم، مطالعه بکنیم. میگه جامعه با سعادتمنده که کار روزانه از اون مطالعه باشه. بله. و امیدوارم که همه که جوانان مطالعه بکنن، موضوعات و مسائل روز ببینن و علاقمند بشن انشاءالله که. بسیار تشکر جناب آقای سید امیر سعدی از اینکه در برنامه امروز اسراریوا با ما بودین. تشکر و سپاس از شما عزیزانی که بیننده برنامه اسراریوا هستین. با ما باشین، برنامه ادامه داره. میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم.